حواس انسانی، بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه، چشایی که حواس بیرونی ما هست. البته در این اواخر حواس های دیگه ایرم اهل علم متوجه شده، اما میخوام تمرکزمون رو حداقل به این پنج حواسی که از خود به افکار ارسطویی نیز اومده تمرکز بدم که باعث اطلاع رسانی میکردم و نوعی که مغز انسان گویا دیدبان جسم خودش خواهد و در صورتی که اون اطلاعات ناقص و یا اشتباه باشد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری فکر آدمی اشتباه خواهد شد. حتی اگر اطلاعات داده شده درست باشه اما دانش ما نسبت به اون اطلاعات نیست ناقص باشه، ما نسبت به اون اطلاعات نادرست و یا کمی که خواهیم داشت میتواند باعث گمراهی و حتی رنج ما شود. برای مثال اگر ما نسبت به مکانیک کوانتومی که شاخه بنیادی از فیزیک نظری هستش و یا مکانیک نیوتنی که یکی از قدیمی ترین و آشناترین شاخه های فیزیک هست دانشمون ناقص و حتی اگر بگیم این دانش رو به هیچ وجه نسبت به اون موضوع نداشته باشیم مسلماً اطلاعات داده شده به ما برعکس آنچه که تصور میده کمک ما خواهد کرد به خاطر نوع اصطلاحاتی که اون مفهوم رو برای ما نداره یا خسته کننده خواهد شد و یا ما رو نسبت به اون بحث و موضوع پشیمون میکنه به طوری که دوست داریم بگریزیم از اون شرایط و در صورت نیاز به آن اطلاعات مسلماً تصمیمات ما و نتیجه گیری ما میتونه یک نتیجه گیری نادرستی باشه و همین تصویر اشتباه نسبت به اون اطلاعات و دانش ما ذهن ما را مشغول نتیجه گیری و حدس و گمانی میبره که اون نیز میتونه مناسب و نیز درست نبوده باشه، چرا که ذهن آدمی همچون ماشین زمان هست که همش در حین سفره، به گذشته سفر میکنه، به حال مراجعه میکنه و گاهی یک چشم‌اندازی دوست داره نسبت به آینده داشته باشه. از این رو هست وقتی که به درستی نمیدونه اون اطلاعات و اون دانش لازمه رو اسیر یک نوع در اصل تشخیص نادرستی خواهد شد و نتیجه گیری اون چه بسا که ترس، نگرانی و حتی انتخاب راهی خطرناک باشد و یا نهایتاً دور از هدف حقیقی باشد. نویسنده اعلام میکنه هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم به خودم رسیدم، چون که تصویر اشتباهی داشته نسبت موضوع زندگی خودش و بیهوده خودآزاری کرده، خودش رو تو یک جایگاه سختی قرار داده، خوب آگاه نبوده، خوب اطلاعات نداشته، خوب دانش نداشته و فقط پذیرفته یک موضوعی رو و در خیال و فکرش و چه بسا در فعل به اشتباه رفته و منحرف شده. در جمع دوستانی یک کسی عجیب تو فکر بود و تو خودش بود، یکی از دوستان رو میکنه میگه ببینم چه کار داری میکنی، الان مدت هاست هم تو داری فکر میکنی. نگاهی میکنه میگه راستیتش داشتم فکر میکردم اگه دیروز فردا بود یعنی دوشنبه بود پس من الان حقوقم رو گرفته بودم، جیبم خالی نبود. ذهن ما میتونه این گونه در زمانی که اون آگاهی و دانش رو نداریم ما رو به اسارت ببره. حالا میخوام یکی از کدبانوهای کلیسا که میدونم همه شما آشپزای خوبی هستید لطفاً بایستید و مواد لازمه
قرمه سبزی رو به من بگید. یه میکروفون آماده کنید، لطفا میکروفون آماده کنید. فکر کنید من الان کنار اجاق هستم، کنار گاز ایستادم، یه قابلمم دارم، حالا اون موادم دارم. به من یه نفر بگه برای این که ما یه قرمه سبزی خوشمزه داشته باشیم. وای دهنها آب افتاد، دلم به تاب تاب افتاد. داره به به بله. خب یه نفر بیسته لطفا، بفرمایید لطفا مواد لازمه قرمه سبزی رو به ما بگید. با سپاس از کشیش رسول عزیز و خواهش. با اینکه توجه به اینکه همه خانمای ایرانی کدبانو هستن، من بله جسارتا میگم که برای تهیه قرمه سبزی گوشت و پیازداغ و لوبیا و سبزی، بله اگه سبزی شمال ایران باشه، سبزی قرمه سبزی منظورشونه، سبزی خوردن که نه، نه سبزی قرمه سبزی بله. خب دیگه لازمه که خب یه قرمه سبزی خوب تهیه کنیم. مرسی، به افتخارش. مرسی. البته خب لیمو امانی هم باید باشه، فلفل و زردچوبه و نمک و اینا رو هم اضافه میکنیم. حالا مرسی، ضمناً خواهر ما تولدشون هم اصلا به افتخارش دست بزنید. ماری عزیزم تبریک میگم، ماری جان. البته ما امروز به خاطر اینکه داریم میریم فدرال بیلدینگ، برای همین قسمت مشارکت نخواهیم داشت. عزیزانی که مایل هستن خوشحال میشیم با هم باشیم، بریم اونجا برای دعا برای آزادی ایران و سرنگونی نظام اسلامی. اما میخوام پس شما گوشت رو فرمودید، پیاز رو فرمودید، لوبیا رو هم فرمودید، و خب نمک و فلفل و زردچوبه و خب حالا شاید بعضی هم و لیمو امانی هم جز بهش هست. اما حالا من میخوام یه کاری کنم، من میخوام سبزی قرمه رو برش دارم، سیب زمینی بذارم و میخوام گوجه و سیرم اضافه کنم. این همون قرمه سبزی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چی میشه بس؟ نه چی میگه من در آبه به به خب قرمه سبز. یه بار دیگه میگم، گوشت، سیب زمینی، نخود، لوبیا، پیاز، آبگوشت. به 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 بله میشه آبگوشت. خب به همین راحتی من نها کنید، به همین راحتی. ببینید یکی دو تا شبز شد چقدر مهمه. من گفتم من اینجا یه قابلمه دارم، عوض میخوام این قابلمه رو حالا این مغزمون تصور کنید. حالا باید این مواد بهش بدیم. اگر یه خورده اشتباه ما به این موادی رو کم و زیاد کنیم یا نذاریم، کیفیتش عوض میشه، کمیتش عوض میشه، مزهش عوض میشه، بوش هم عوض میشه. یعنی شما هیچ موقع بوی قرمه سبزی رو نمیگی عجب آبگوشت خوبیه، یا برعکس هیچ موقع نمیگی. همه چیز عوض خواهد شد اگر ما تصور بر این بکنیم که مغز ما بر فرض مثال جزء ابزار سخت هستش و ذهن ما نرم افزای اون هستش. میباید توجه داشته باشیم آنچه را که میدیم به عنوان دانش و اطلاعات جایگاه درستی باشه. در غیر این صورت اینو مطمئن باشیم که یک تصویر اشتباه به زندگی ما خواهد داد. بنابراین اگر با تغییر چند مواد برای پختن خوراک این همه تغییر به وجود میاد، باید بدونیم چقدر بیشتر اشتباهی رو که ما به ذهنمون بدیم باعث رنج و حتی باعث گناه در زندگی ما خواهد شد. از این رو از تشویقتون میکنم کلاس‌های خادم سازی رو بیایید، کلاس‌های برادر امیر رو تشریف ببرید، کلاس‌هایی که به شما مربوط میشه بیایید. مبادا بمونیم فقط دو قلم بشو جا به جا کنید و با توجیهات داری خدمت میکنی، وقت تو داری میذاری، اما متوجه نیستی، انگار گویا داری گناه هم میکنی. پس لازم هست. باز نویسنده اعلام میکنه یک اندیشه منفی هرگز، یک اندیشه منفی هرگز به تو یک زندگی مثبت نخواهد داد. کلام خداوند کتاب معما نیست عزیزم، جمله 20 سالی هم نیست. برای رسیدن به حقیقت راهی دشوار و غیر ممکن را ایجاد نکرده. عیسی مسیح 2000 سال پیش هر آنچه که از کلام خدا یاب شد نیز با آمدنش بر روی زمین بهای گناه بشریت رو پرداخت تا ما آزاد بشیم. به همین راحتی. پس برای ما سخت نگرفته، قابل درک هستش اگر حقیقتا مشتاق اون باشیم. باز
شاعری اعلام میکنه: هر جا که دری بود زدم در طلب دوست. خیلی از عزیزان هستن وقتی بهشون میرسیم میگیم برادر دو ماه پیش کلیسا بودی؟ گفت بله، بازم دارم تحقیق میکنم، این بر میرم اون بر میرم اون کتابو میخونم. تا کی میخوای تحقیق کنی؟ برو در حضور خدا زانو بزن. اگر خدایی که من و تو را آفریده نتواند قلب ما را حداقل لمس کنه، چه خداییه؟ با بی خدایی زندگی کن. اگر قلب تو به این نیز میل داره و کشش در فکر و ذهن تو هست که خدا وجود داره، از خود خدا بخوا که خدا برای تو حقیقت رو باز کنه. و اکثر ایمانداران نیز اینگونه به مسیح ایمان آوردن که این حقیقت رو خدا باز کرده. حتما مطالب مبشرین و واعظین مفید هست، اما اگر ما مشتاق حقیقت باشیم، حقیقت برای ما مکشوف خواهد شد. هر جا که دری بود زدم در طلب دوست، ویران شود این دل که چنین در به درم کرد. به نتیجه نخواهیم رسید. کتاب مقدس به وضوح از آنچه که لازمه جواب دادن سوالات ذهن ما هست به ما جواب میده، مشروطه بر این که پیگیری اون رو بکنیم. از چگونگی خلقت صحبت میکنه که خداوند جهان را زیبا آفرید، نور را آفرید، تاریکی را آفرید برای شب، موجودات را آفرید و انسان را به شباهت خودش آفرید. تا علت خلقت که ما شکل او بشیم، کامل بشیم، و چگونه رسیدن به هدف خلقت که به توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح و روح القدس هست ما شکل او میشیم. تا ذات خالق سخن میگه که خدا محبت است. و همه ما با انجیل یوحنا 3:16 بسیار آشنا هستیم که قدمون اعلام میکنه. 3:16-21 میگه: زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود. چقدر محبت نمود؟ از خلقت تا تولد من و شما، تا ازدواج، تا فرزندان، تا ازدواج بچه هامون و و و پیروزی ها، این محبت محدود نبود و ادامه داره. این محبت تا بیگناهی ما با ایمانمون به عیسی مسیح. زیرا خدا جهان را اونقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، براش از همه با ارزشتر بودن تو این دنیا. این نماد محبت خداست. اگر تصویر ذهن ما، آگاهی و دانش ما نسبت به خدا این باشه که خدا ما رو چقدر دوست داره، خدا عاشق ما هست، من در حضور خدا مطابق دروس گذشته که داشتیم، من با محبت به حضور خدا میرم. من خدای عشق رو میشناسم. من میدونم آنچه را که میخوام خدا برای من قرار داده. چرا؟ چون آنچه را که نمیشناختم و نمیفهمیدم و درک نمی کردم، این که چگونه رستگار بشم رو برای من آماده کرده. اگر رستگاری رو برای من آماده کرده، چقدر بیشتر امروز به فکر نیازهای من خواهد بود. پس باید تمرکز ذهنت رو در اونجا ببری، تمرکز ذهنت رو در انجیل یوحنا 3:16 قرار بده. این آیه ای نیستش که ما بگیم حفظ کنیم، ما باید با این آیه زندگی کنیم. ایمانداران باید با این آیه زندگی کنن، چون کلید تمام پیروزی ها توی امور زندگیشون هست. زیرا خدا جهان را اونقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد. بهر اون تصاویر اشتباهی که خیلی ها دارن، نه اون یه پیغمبره، خیلی تصویر اشتباهه، نه اون یه نبی بود فقط نبوت کرد، این اشتباهه. اون اومد از محمد بگه، خیر اصلا چنین چیزی نیستش. اتفاقا مسیح گفت بعد از من پیامبران دروغین میان، از میوه‌های اونها رو بشناسید. اسم احمد و محمد هم اصلا تو انجیل نیومده. انجیل برنابا که مال 500 سال قبل بوده در اسپانیا اون رو درست کردن، جمع‌آوری کردن، در اون اومدن مسلمون‌ها دست بردن. چنین چیزی نیستش. پس باید تحقیق کنیم از اناجیل تا بتونیم دانش و اطلاعات درست رو به ذهنمون بدیم. همین که گفتن بلند شدیم گفتیم این قرآن، خب انجیل اینا چیه؟ تعریف شده؟ این تصویر اشتباه بود. چرا ما امروز مسلمون زاده ها
وقتی که انجیل مسیح رو میخونیم به راحتی مسیح ایمان میآوریم، چون حقیقت تمام ذهن ما رو میگیره و تصویر اشتباهی که از اسلام اومده باطل میکنه. اعلام میکنه زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کنه، مثل انبیا، پیغمبرا، امر معروف و نهی از منکر. کار اشتباهی نکردن. شریعت این گونه است، جنس شریعت اینه. حس محکومیت میگیریم چون جریمت داره میکنه. شریعت یعنی جریمه، اما مسیح یعنی فیض، یعنی بخشش خدا، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. این تصویر درسته، این اطلاعات درسته. از این رو هستش که کسی که به مسیح ایمان آورده نمیتونه سکوت کنه، باید خبر خوش رو با اعمالش، با سخنانش، با حکمتش به دیگران بده. متاسفم که خیلی ها به مسیح ایمان آوردن هنوز خانواده هاشون هم خبر ندارن، همش اینجوری هستن، میرن آسمان خجالت زده میشن، میبینن اه عمه، دایی، خاله، آبجی، بابا کجایی؟ تو صف داوریه. باشه که با فیض خدا بخشششون باشه، خدا اونها رو ببخشه، اما وعده‌ای که برای بخشش به من و شما داده شده فقط به توسط خون عیسی مسیح است که کفاره میکنه. الان بر او حکم شده است به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده، و حکم این است که نور در جهان آمد، آگاهی، دانش، قدرت بخشش، فیض خدا، زندگی هدفمند آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. و از آنجا که اعمال ایشان بد است، یعنی از یک تصویر اشتباه میان، برای همین خیلی هوشیار باشیم. با مذهب وارد کلیسا نشو. ما اینجا با مذهب کاری نداریم. اگر من آزاد شدم چرا شماها رو دربند کنم؟ آزادی مسیح باعث میشه شماها نیز اگر من تعلیم میدم آزاد بشید. پس با مذهب خودتو درگیر نکن، تو آزادی. از این آزادی استفاده کن برای زندگیت در مسیر اراده خدا. خبر خوش نجاتو بدون ترس به دیگران بده، زندگی روحانیتو درست انجام بده. گواهی که الان به ذهنم افتاد دوست دارم با شما در میون بذارم. یک هفته از ایمان من گذشته بود، یک هفته. توی یک هفته شما فکر کنید چقدر من دانش نسبت به انجیل مسیح داشتم، چیزی نمیدونستم داشتم. یه شخصی که مسیح یه هفته ایمان میاره بازم تو شک و تردیده، هنوز نمیدونه چی میشه، فقط پذیرفته، اما هنوز میلیون ها سوال داره، داره با خودش میجنگه، داره یه کشتی روحانی با خدا میگیره. من یک شب خواب دیدم مادر بزرگم که بهش عزیز میگفتیم، ایشون صحیح و سالم البته بود، ولی خب من خواب دیدم که ما توی صفی هستیم، همه ماها که به مسیح ایمان آوردیم، لباسهای سبزی که به هیچ وجه من اینجا نمیتونم رنگ سبزی رو بگم هم رنگ این بود، اصلا کاملا متفاوت بود. قدای بلندی داشتیم و بالای سر ما نور بود، ولی چراغ نبود، اما بالای سر ما نور بود و ما داشتیم حالت قدم آسه میرفتیم جلو، اما سمت راست من یک چه بود پر از گرد و غبار و خاک و مردمی که همتا داشتن میلولیدن خودشون. دیدم یک نفر اومد، قد خیلی کوتاهی داره، مادر بزرگ من قدش کوتاه بود، نه اینقدرم کوتاه، خیلی کوتاه‌تر شده بود و لباسش مثل لباس گونی بود. اومد گفتم عزیز جو اینجا چی کار میکنی؟ گفت عزیز بذار من با شما بیام اونجا که خیلی نگاه کن چقدر بده اونجا. گفتم عزیز آخه نگاه کن لباست، قدت، هیچ کدوم اصلا نمیخونه با اینکه ما اینجا هستیم. گفت خواهش میکنم. حالا من تو عالم خواب من دو دستی مادر بزرگم رو اینجوری بردم جلو، ولی موضوع این نیستش، موضوع چیز دیگه ای بود. با زنگ خونه از خواب بلند شدم صبح زود، مادرم رو دیدم اومده. گفتم چیه؟ گفت عزیز فوت کرد. مادر بزرگم سالم بود، منتظرش نبودیم، به موضع مرگش نبودیم. هوشیار باشیم عزیزان. اگر امروز خداوند آگاهی و دانش و اطلاعات درست رو به ما داده چرا سکوت میکنیم؟
بگذار برادرت از تو برنجه، مادرت برنجه، امروز برنجه بهتر از اینه که آینده در آسمان برنجه. اگر ایمان داریم به مسیح باید خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم. خودتو محدود نکن، از تصویر اشتباهی که برات اومده استفاده نکن. تصویر درست این هست که برویم و تمام قوم‌ها را بشارت بدیم، زیرا هر که عمل بد می‌کند روشنایی را دشمن دارد و پیش روشنایی نمی‌ماند، مبادا اعمال او توبیخ شود. لذا اگر کسی هم عمل بدی می‌کنه به مسیح ایمان بیاره، مسیح او را خواهد بخشید، آمین، و زندگی او پر از برکت خواهد شد. اما انسان‌ها به خاطر تصویر و اطلاعات اشتباهی که گرفتن اونگونه نمیستن. ولیکن کسی که به راستی عمل میکند پیش روشنایی میآید، تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است. وقتی من حقیقتا این اطلاعات و دانش رو دارم دیگه سکوت نمیکنم، هر کسی رو میبینم دوست دارم خبر خوش نجات رو به اون بدم. پس خواهش میکنم هر روز کلام خدا رو بخون، از دانش خدا هر روز در حضور خدا برو، از قوت روح القدس پر شو و اون موقع میبینید چگونه بشارت میدید. دانستن و اندیشیدن به این که خدا محبت است و من بهر نیکویی به این جهان آمدم، مطمئنن به ما کمک خواهد کرد که از بدی و شرارت دور بشیم و هرگز به این دلایلی که تصویر اشتباه در من هست، من هیچ موقع توی دام گناه گرفتار نخواهم شد و جایگاه من میتونه جایگاه خوبی باشه تا نه تنها خودم بلکه دیگران بتوانن اون آرامش رو داشته باشن. چرا که تصویر اشتباه، اطلاعات اشتباه، حتی در زمان شنیدن موعظه و کلام وقتی شما این دانش ندارید. چرا ما همیشه از عزیزان میخوام کسی که میخواد به مسیح ایمان بیاره کلاس مسیحیت چیست رو بیاد؟ اگر شما کلاس مسیحیت چیست رو نمیاد، اگر شما به کلاس ها و اطلاعاتی داره کلیسا، امکاناتی که کلیسا میذاره شما گوش نمی کنید، شما میتونید بر حسب متاسفانه دانش اشتباه تو جایگاه اشتباه بایستید و یک ایماندار خیلی خوبی نباشید برای روش کردن. نمیخوام خودتون رو سرزنش و محکوم کنید اگر این گونه عمل نکنید، ولی میخوام تشویقتون کنم از این به بعد با اطلاعات و دانش درست کتاب مقدس قدم بردارید و اون رو چک کنید با معلمین کلیسا، حتی اگر از بیرون این خبرها میرسه اون رو چک کنید با شبان کلیسا تا مبادا باز یک انحراف دیگه ای ایجاد بشه. معلمی رو میکنه به شاگردش، میگه یه جمله با بالش بگو. میگه کبوتری رو دیدم و با تفنگ زدم به بالش. میگه نه بابا اون بالش. میگه کبوتری رو دیدم و با تفنگ زدم اون بالش. میگه اصلا ولش کنیم بالش رو، درباره تو شک بگو. میگه کبوتری رو دیدم، میگه کبوتری دیدم و یه تیر زدم به بالش، ببینم مگه تو شک داری. دوباره میگه ببین اصلا میشه تو شکم بلش کن، درباره پتو بگو. میگه پتو شک داری من کبوتر رو دیدم یه با تیر زدم به بالش. کجا ایستادیم؟ دانش اشتباه، اطلاع اشتباه ما رو دوباره برمیگردونه همون جا. از این رو خواهش میکنم مذهبی فکر نکن، مسیح تو رو آزاد کرده، مسیح تو رو دوست داره، مسیح عاشق تو هست و اون میخواد که تو رو یاری کنه و کمک تو کنه، مشروطه بر این که تو جایگاه درست نیست بیستی. نویسنده مزمور 28 3 الی 5 اعلام میکنه مرا با شریران و بدکاران، اونهایی که تصاویر اشتباه دارن، اونهایی که اطلاعات اشتباه بهشون رسیده. گاهی مثلا طرف اینجا موعظه رو گوش میکنه، بعد از اون میره توی مهمونی، میگه آره من کلیسا میرم خیلی خوبم، خیلی آروم. بابا ول کن، نه همه بیزینسه، همش اینا به دنبال پول هستن، همش یکیه. میگه و دو هفته نمیاد کلیسا. برادر خواهر کجا هستی؟ میگه نه آخه میدونی من رفتم یه جای چیزایی گفت، یه خود سوال دارم. خب همون اول زنگ میزدی، چرا کلاساتو بر نداشتی؟ چرا رفتی با کسایی نشستی که اطلاعاتشون اشتباهه؟ میگه مرا با شریران و بدکاران مکش
که با همسایگان خود سخن صلح آمیز میگویند و آزار در دل ایشان هست، آنها به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشتشون، یعنی همون اعمالی که از تصاویر اشتباه آمده، زشت ایشان بده، آنها را مطابق عمل دست ایشان بده، یعنی مطابق آنچه که انجام میدن، و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما، چون که در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی کنند، به محبت خدا، به فیض خدا، به توانایی خدا اندیشه نمی کنند، ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا نخواهی نمود. اگر ایمان به محبت خدا داشته باشیم، از بدی و تصمیمات بد دور میشیم و هر روزه به تعلیم کلام او ذهن و فکر خودمون رو نیز میپرورانیم. مسلماً لذت در حضور خدا رو نیز خواهیم داشت و پر از گواهی خواهیم شد. دلیل داریم اگر میگیم کینه و نفرت نباید داشته باشیم. بارها و بارها من همینجا درباره بخشش صحبت کردم، ولی گاهی یه دفعه سورپرایز میشم. نمیگه که میاد میگه بعد از من هنوز نمیتونم اونو ببخشم. میگم خب برات خوب شد، دوباره بیا بپرس. چرا اجازه دادی ذهنیت تو با اطلاعات و دانش بیهوده داره پر میشه؟ کلام رو بخون. چقدر کلام رو بخون؟ نمیرسم کار و فلان و بچه و خب. برای همین هستش که گاهی ما متاسفانه به ساده ترین موضوع میستیم. اینقدر سخت نیست. کینه و نفرت باعث مریضی و درد برای خود شخص خواهد شد. افلاطون، از افلاطون پرسیدن به چه وسیله میتوان از دشمن انتقام گرفت؟ گفت به فضل و کرم. افلاطون قبل از مسیح بوده، ولی به دنبال حقیقت بوده، متوجه شده که کینه و نفرت چقدر به او آسیب میرسونه. مزمور 48 آیه 8 میگه آنچه را که درباره کارهای خدا شنیده بودیم، اکنون در شهر خدای خود خداوند متعال با چشم خود میبینیم. آنچه که در کلام خدا شنیده بودیم، دانشش رو من تأثیر گذاشته، زندگی من رو عوض کرده، رابطه های من رو عوض کرده و من رو شفا داده. متعال چشم خود میبینیم، خداوند آن شهر را همیشه حفظ خواهد کرد. دنیای گناهالود گاهی به تعالیم نادرست تصویر نادرست میده. برای زندگی پیروزمندانه تا با هر عملی حتی شرارت آمیز من فقط به فکر پیروزی باشم. در این مسیر من به فکر پیروزی زن و بچه‌ام رو قربانی میکنم، دوستانم رو قربانی میکنم، اهداف و رویاهام رو قربانی میکنم که خدا به من داده. فقط میگم من بذار پیروز بشم، من یک موفقیت کسب کنم تو این مسیر، چرا که اون اطلاعات متاسفانه اطلاعات درستی نبوده. حتی قوانینی را که از یک نظام و یک حکومت هست، اون رو نیز به نوعی دیگه ای من سعی میکنم برای پیروزی هام ازش استفاده کنم، که دور نیست، نمیخوام صحبتش رو بکنم سوء تفاهم بشه. سعدی میگه تا ندانی که سخن این سباب است مگو، تا ندانی تصویر ذهنت نسبت به آنچه که میخوایی درست هست یا نه نگو. بذار درست با من و شما فرزند خدا هستیم، بیهوده سخن نگیم، بیخوده عمل نکنیم. تا ندانی که سخن این سباب است مگو، وانچه دانی که ننیکویش جواب است مگو، چه بسا که باعث هلاکت خودمون بشه. باز در مزمور 34 12 و 16 این مزمور من خیلی دوست دارم و بارها خوندیم، الانم میخوام باعث برکت بشه برای هممون. میگه آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ آمی یا نه؟ کمن. آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ با اینقدر ناراحت و غمگین نباشید، زندگی قشنگه، زندگی زیباست. ای زیبا پسر، زنده اندیشان به زیبایی رسن. آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ آمین. بلندتر، چون خدا بهتون خواهد داد. آیا طالب عمر طولانی هستید و میخواهید که سعادتمند باشید؟ پس از گفتار شریرانه و دروغ بپرهیزید، از تصویر اشتباه،
از شرارت دست بردارید و کارهای نیک انجام دهید، صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمایید. چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست. خداوند مخالف مردمان شریر و بدکار است و آثار و خاطر ایشان را از روی زمین محو می کند. یه سوء تفاهمی که گاهی بین ایمانداران در زمان خواندن عهد عتیق هست این هست که فکر میکنن که حالا این قوم اسرائیل که خدا رو شکر برای وجودشون، خیلی خودمونی تو پرانتز توفه نتنزن و یک جایگاه بسیار عالی دارن، متفاوت از بقیه هستن و خدا میخواد اینها رو فقط محبت کنه. خیلی خداوند وعده داد به ابراهیم و آنچه که وعده داد داشت انجام میداد. به خاطر خوب بودن قوم اسرائیل نبود هرگز. و بدتر از اینه که یه سوء تفاهمی که ما فکر میکنیم که اون ملت‌هایی که در جنگ شکست خوردن بر علیه اسرائیل بودن، اونها چقدر آدمای بدی بودن و یا اصلا انسان‌های بدی هم نبودن، ولی خدا به خاطر قوم اسرائیل اونها رو از بین برد چون فقط اینها رو دوست داشت. این نگاه خدا نیست. برای همین ابتدای عرایزم گفتم این بارانی که بارید به همه پشت بام خانه و حیات و محیط اطراف زندگی ما بارید. درسته؟ محبت خدا این گونه هستش عزیزم. پس این سوء تفاهم رو میخوام به توسط کلام خدا از ذهنمون پاک کنیم عزیزم. این نیز اطلاعات اشتباهی هست که به ذهنمون میدیم. خدا قوم اسرائیل رو همون قدری دوست داره که قوم ایران و مردم ایران و مردم جهان رو دوست داره. برکتش رو از قوم اسرائیل شروع کرد و هر کس به قوم اسرائیل لعنت بفرسته خودش لعنت خواهد شد. اینم کلام خدا میگه، اینم کلام خدا داره میگه. پس اونها از قومهای دیگه بهتر نبودن، اما خدا برکت رو از اونجا شروع کرد، از ابراهیم شروع کرد. در کتاب تثنیه 9:4-5 شریف میگه وقتی خداوند خدایتان آنها از سر راهتان دور کرد، داره به قوم اسرائیل میگه دشمنانتون رو دور کرد، نگویید چون ما مردمان نیک هستیم. خداوند ما را به اینجا آورده به خاطر خوب بودنتون نیستش تا آن را تصرف کنیم، بلکه به سبب شرارت ساکنان آنجا بوده. که خدا دیده اونها انسانهایی هستن با تصاویر، اطلاعات اشتباه، بت پرستی میکردن، بچه هاشون رو قربانی میکردن، در برابر بت زنا میکردن، کارهایی بوده که انجام میدادن، به خودشون آسیب میرسوندن، به نوعی امروزی زنجیر میزدن تو بدنشون، قمه میزدن، قل میخوردن در برابر اون بتشون. از این کارهایی که میبینیم بت پرستای امروزی هم میکنن. اعلام میکنه بلکه به سبب شرارت ساکنان آنجا بود که خداوند آنها را از آنجا بیرون کرد و به خاطر عدالت و پاکی شما نیست. ای قوم اسرائیل، یه موقع سوء تفاهم نشه برات قوم اسرائیل، به خاطر این نیست، چون قوم اسرائیل هم خیلی خداوند رو اذیت کردن. پاکی شما نیست که شما این زمین را تصرف میکنید، بلکه به دلیل شرارت این اقوام است که خداوند آنها را از نزد شما بیرون میکند تا وعده ای را که خداوند به نیاکان شما، چون خداوند عهد خودش رو نمیشکنه، به نیاکان شما یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده است عمل کنید. ما در عصری هستیم که مردم جهان نمیتوانن هیچ بهانه‌ای داشته باشن نسبت به این که بگن به ما، اگر ما بخوایم اطلاعاتی رو داشته باشیم به ما اطلاعات درست نمیرسه. اطلاعات تو دست شماست، تو دست موبایلاتون هست، به راحتی میتونید این اطلاعات رو بگیرید. پس بنابراین ما هرگز نمیتونیم توی جایگاه خودمون رو قرار بدیم که بگیم ما از این اطلاعات دور هستیم. حتی اگر اخبار به گوش شما اشتباه برسه تحقیق کنید. یکی از دوستان من که مجری سیاسی هست، ایشون میگه سالها پیش وقتی داعش همش حمله میکرد و من چند نفر از محققین رو و مفسرین سیاسی رو جمع میکردم، همین که میرسیدیم به این که آره داعش و این تروریستای اسلامی دارن آزار میدن دنیا رو و مردم رو، میگفت بلافاصله یکی از این مفسرین سیاسی میگفت ای بابا جنگای صلیبی هم داشتیم، مسیحی ها هم باعث آزار شدن، اونها هم اذیت کردن. میگفت یا یک نفر نهایتا زنگ میزد از بیننده ها این رو میگفت، گفت همین باعث شد من برم انجیل رو بخونم با یه اطلاعات درست بیام بگم.
میگه وقتی من انجیل رو خوندم دیدم هیچ کجای انجیل صحبت از این نکرده دشمن خودتو سرش رو ببره. اگر حمله کردید شما به یک کشوری میتونید به راحتی به زن و بچه های اونجا مردم اونجا تجاوز کنید، چیزهایی که من تو قرآن خوندم. گفت هیچ کدوم اینها نبود. البته ایشون خیلی قلبش لمس شده و به فیض خدا حتما ایمان خواهد آورد. رفت دنبال این اطلاعات، اما اگر دنبال این اطلاعات نمیرفت مسلم بدونید که ایشون هم نمیتونست توی اون جایگاه درست بیسته. پس بنابراین اگر ما تصمیم داشته باشیم اطلاعات و دانش رو بگیریم، امروز به راحتی تو دست ما میرسه. کلام خدا تومار نیستش که فقط تو دست بگیم کاهنان هست، کلام خداوند توی موبایلت هست، به راحتی میتونی پیدا کنی. بهانه ای نداریم ما در آسمان که بگیم خبر به ما نرسید، اخباری از نجات مسیح به ما نرسید. اخبار کلامش به راحتی یافت میشه و همچنین نسبت به در حضور خدا روح خدا نیز میتونه این حقیقت رو برای ما آشکار کنه و باز کنه. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:1-6 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور داریم؟ بله؟ بسیار خوب. اگر همه بروشور داریم میخواد چراغ رو روشن کنیم یا راحت هستید؟ بله. کسایی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا لطفاً. لطفاً عزیزانی که بروشور رو تقسیم میکنن یه لحظه اجازه بدید بروشورها رو بدن. پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در بالا است بطلبید. آمین. آمین. از همین ابتدایی رو عرض کنم، پولس رسول سعی داره نسبت به زندگی روحانی ما و مسئولیت ما نسبت به زندگی روحانی ما صحبت. از همون ابتدا حتی تمرکز ما رو میخواد به کلام خدا نیز بدوزه. امروز کلام خدا تو دست ما هست و میتونیم از اون یاد بگیریم. حتی اگر به بهانه و دلایلی به کلیسای مسیح نمیای، کلام به راحتی توی دست ما هست. پس اگر کلام هست، پس اگر من و شما میتونیم در حضور خدا بریم، روح القدس ما رو متقاعد میکنه، توجیه نکن اشتباه و گناه تو. قبول کن اشتباه کردیم، گناه کردیم، توبه کنیم تا بتونیم به خدا نزدیک بشیم. شخصی که داشت امتحان راهنمایی و رانندگی میداد، افسری که بالای سرش بود داشت میپرسید، گفت اگر در این رانندگی یک نفر یک دفعه عابر پیاده پرید جلوی تو، چراغ براش میزنی یا بوق میزنی؟ گفت نه، برپا کنم روشن میکنم. گفت چرا برپا کنه تو؟ گفت خب میخوام بهش بگم یا برو این ور یا برو اون ور. امروز کلام خدا به وضوح داره به ما میگه ما چه کار کنیم، چرا توجیه میکنیم. نه، این کلیسا میدونی سخت میگیره، این کشیش رسول بابا خیلی سخت میگیره، دیدی که سرنگونم میگه در رابطه با کلامم سخت. من کلام خدا رو دارم میگم به شما، شما از کلام خداوند صحبت های منو فیلتر کنید تا مبادا تصویر اشتباه تو ذهنت بیاد و زندگی شما از زندگی هدفمند منحرف بشه و باعث غم و اندوهت بشه توی زندگی. بله، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته، در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. آمین. آمین. بخونید لطفاً. بقیه‌اش هم بخونید. اصلا کلاً چون این دو تا آیه هست کلش رو می‌خوام بخونم. همون کلوسیان 3:1-16. عزیزان می‌خواد چراغ رو روشن کنید لطفاً. ممنون. یه خودم من شما رو ببینم. بعد ببینم چند نفر می‌خواد بخوابید الان. چند نفر خوابید؟ بله، از همون کلوسیان بخونیم که در اصل پولس رسول داره به ما میاموزه. عزیزان مسیح کو؟ مسیح من و شما هستیم بر روی زمین. مسیح ما هستیم. مسیح فقط من در زمان موعظه نیستم، در توی خونم هم من مسیحم، محل کارم هم من باید مسیح باشم. امروز اگر عیسی مسیح برکت رو به ما داده از کلام و روح القدس، از ما انتظار اینو دیز داره که مثل خودش عمل کنیم. یک مثال فرانسوی میگه کسی خوب میرقصد که ساز خوش صدا و صدای خوش رو بشنود. کسی به مسیح ایمان میاره که زندگی ما مسیحیان رو ببینه که ما چگونه زندگی میکنیم، و اون موقع هست که اونا به مسیح ایمان میآورن. و فقط به گفتار نیست، بگیم چرا
دل من بر این هست که هر چه زودتر این نظام اسلامی سرنگون بشه تا مردم ایران زندگی شما مسیحیان رو ببینن و فقط فکر نکنن اگر یک زمانی آخوندها اومدن حرفایی رو زدن و در کنار مردم بودن با اونها زندگی میکردن فریبشون دادن، از کجا معلومی کشیشا فریب ندن؟ اینا که اینقدر مایل ها و فرسنگ ها دورن، از پشت ویترین کروات میزنه خوشتیم وای میسته میگه خدا محبت هست. بیا ببینم محبتت رو انجام بده آقای کشیش توی ایران، تو اون دردها، تو اون رنجها، تو اون فقر، تو اون فساد، ببینم تا کجا در کنار این مردم تو خواهی ایستاد. بله که مردم باید ما رو تجربه کنن و ببینن. همینجام توی لس آنجلس ایرانی هایی هستن که به تک تک شما مسیحی ها نگاه میکنن. کافیه فقط تو محل کارت یه اشتباهی کنی، بلافاصله بهت میگه پس بیخه، میگه من مسیحی هم اینه؟ نشنیدی؟ نگفتم به تو؟ بلافاصله بهتون میگم. پس باید مواظب زندگیمون باشیم. بله؟ زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین آمین. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا و ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح، طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می‌آید. اینها همه دلیل ناآرامی ما میشه. اگر ما که مسیح ایمان آوردیم، تو راستی نیستیم، از تصویر درستی که کلام خدا و روح القدس به ما داده تبعیت نکنیم، ما آروم نیستیم، ما در آرامش نیستیم. اما وقتی تبعیت از کلام خدا میکنیم و در حضور خدا از روح او پر میشیم، این آرامش نه تنها در من و توه، من این آرامش رو به دیگران خواهم داد، دیگران از آرامش من برکت خواهند گرفت. برای همین یک ایماندار باید آروم باشه، عصبی نباشه، خشمگین نباشه. از اینکه من کلام رو سخت میگم، این رو به عنوان خشم نذاره، این کلام خداست. اما تو رابطه هامون باید محبت و شادمانی باشه. نویسنده اعلام میکنه خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرام بخش دیگران باشه. و وقتی ما از روح خداوند پر هستیم، مسلم بدونیم که خدا این آرامش رو میخواد از الان به ما بده. فریدون فرخزاد خیلی زیبا میگه، میگه کل عمرمون دیپرس هستیم، ولی توی اعلامیه اون مینویسن چی؟ شاد روان. امروز میخواییم ما روان ما شاد باشه، آروم باشه، و خدا میخواد این رو به ما بده، مشروطه برای اینکه از کلام و از حضور خدا این رو دریافت کنیم. بله؟ که شما نیز سابقا در اینها رفتار میکردید هنگامی که در آنها زیست مینمودید، لکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ و بدخویی و بدگویی، فحش را از زبان خود. چرا؟ آیا اگر ما به یک مهمانی، به یک عروسی میخواییم بریم، یک جایی میخواییم بریم که اونجا رسمی هست، گذشته از دوشی که میگیریم، موهامون رو آنکارد میکنیم و و و لباس زیبایی هم بر تن میکنیم که مناسب اونجا باشه، ما قرار هست بریم آسمان، ما قرار هست بریم پیش خدا، پیش بابامون، اورشلیم آسمانی، چگونه با کینه، با نفرت، با دروغ، با کلک میخوام برم اونجا؟ اونها لباس من خواهد بود و من اونجا در حضور خدا رسوا میشم. اندیشمند اعلام میکنه شما باید اهداف بلند مدت داشته باشید، اهدافت باید آسمانی باشه. امید رستگاری رو رها نکن. سه امید رو در کلاسای خادمسازی و حتی پنجشنبه گذشته صحبت کردیم، میتونم بشنوم؟ امید به رستگاری با ما باید باشه. الان بعد از روبه میگه برای خانمم دست بزنید، زنگ دست بزنید برای زینا جان. بله، میگه شما باید اهداف بلند مدت داشته باشید تا از شکست های کوتاه مدت نرنجید. وقتی فکر آسمان هست، اینجا یه خود کم پول میشی، میگه کم پول باشم، من اونجا ثروتمندم. اینجا با درد هستی، میگه امروز با درد هستم، توی آسمان دیگه دردی نیست. این رو من نمیگم، مکاشفه 21:3-4 میگه، میگه و آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خداوند با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت، یعنی مرگ، نخواهد بود، ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا چیزهای اول گذشت.
در مسیح خلقتی تازه است. سلامتی، قوت، آرامش، محبت تا ابد هست. از اینجا شروع میشه. مشت خربارش اینجاست، اما ادامه داره برای من و تو. بله. به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. آمین. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. آمین. که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سایکتی، نه غلام و نه آزاده. این قوت رو روح القدس به ما خواهد داد. مسیح گفت من شما را یتیم نگذاشتم. پس از روح پرشیم آنچه را که برای ما گذاشته. چرا خسته خاطر؟ چرا دیپرشن؟ چرا میترسی؟ چرا توی مشکلاته؟ باید کاسه چه کنم تو دستت بگیری وقتی که عیسی مسیح بزرگترین برکت رو برای تو گذاشته. دیگی از برکت جلوته، هی تو این کاسه نگاه میکنی. خدا بزرگتر میخواد به تو بده. تو هنوز نگاهت به مشکلاتت هستش، به نیازهای کمت هست، اما خدا میخواد بیشتر از این به تو برکت بده. از قوت روح پر شو تا بتونی آرامش رو داشته باشی. در غلاطیان 5:22 میگه اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار میکنیم. اگر در حضور خدا از روح خدا پر بشیم، اطلاعات و دانش خوب رو خدا به ما میده به توسط روح القدس. امید بهت میده، آرامش بهت میده. پس بنابراین اینجا هستش که زندگی من و تو در آرامش خواهد بود. بله. بلکه مسیح همه و در همه است. آمین. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع، تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. آمین. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. ما نمیتونیم ادعایی داشته باشیم. چرا؟ چون خدا به خاطر ادعای ما، گناهان ما، بدیهای ما روی صلیب رفت و جان قدوس خودش رو داد و ما بخشیده شدیم. حالا ما بخشیده شدیم، حالا میخوایم دیگری رو نبخشیم. اگه نیبخشی بخشیده نمیشه. کلام خداوند این رو میگه، نه تنها ما باید ببخشیم، بلکه ما باید امروز با هوشیاری مواظب باشیم هموطنان عزیز ما کجا هستن که درگیر دردها و رنجها هستن. تسلی دهنده اونها باشیم، به فکر اونها باشیم. چرا کلیسای پرستان مسیح و رهبران و خادمین این کلیسا این گونه با غیرت برای ایران ایستادن؟ آیا ما سیاسی هستیم؟ هاشا، بلکه ما روح خدا رو داریم، به قوت خدا و مطابق کلام خدا دلسوز این مردم هستیم. در غیر این صورت ما سرمون رو تو لاک خودمون میکردیم، با یک کلیسا جلو میرفتیم. به من چه مربوطه؟ پس نه بر دیگران داوری بد بکنیم، نه غیبتشون رو بکنیم، بلکه باید بایستیم برای مردم ایران که دردمند هستن. به طور خاص ما که از ایران اومدیم همه کیس داشتیم. حداقل کیس فکر ما این بوده که تو ایران زندگی سخت بوده. شاعر نیزلام میکنه خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم. کودکی جان میدهد از درد و فقر و ما هنوز چشم میبندیم و هر شب خواب راحت میکنیم. ما نمیتونیم این گونه باشیم. همش به فکر زندگی خودم، ازدواجم، بیزینسم، اقامتم، فقط اینه. این اگه هست این مسیحی نیست. ببخشید، تعریف مسیحیت اشتباه شده. مسیح به خاطر گناهان بشریت مرد تا جهان رو نجات بده. در مسیر نجات جهان ما میتونیم محبت کنیم. حتی مسیح گفت، امیدوارم سوء تفاهم نشه، گفت فقرا همیشه با شما هستن. اگر نمیگفت اونقدر خدا جهان رو دوست داشت که یگانه پسرش خودش رو داد تا فقیرا ثروتمند بشن، تا مریضان شفا یابن. چرا میگه حیات یابن؟ موضوع مهم اینه، چون فقیر و ثروتمند و مریض و سالم یک روزی میمیرن، اما کجا میرند رو کی میتونه جواب بده؟ بله. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد. آمین. که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود. آمین. و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی. یعنی جد و جهد کنید، تلاش کنید. کلاس هست بعد از اون، کدوم کلاسه؟ منم میخوام بعد از اون کلاس بشارت نمیذاریم ما بریم بشارت بدیم؟ من فکرم دو نفر سه نفر مسئول بشارت کردم، هیچ خبری نشد. خواهش میکنم
کلیسا آسیناشی بزنه بالا برای بشارت این مردمی که توی لس آنجلس در رنج و درد هستن. حداقل برای این مردم میزندیشه بکنیم، اونها رو با کلیسا آشنا کنیم. من حاضرم، من در خدمتتون هستم برای این کلاس ها، خادمینمونم هستن. تیم بشارت رو آماده کنیم تا بتونیم این خدمت رو وسیع کنیم. بله. و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. آمین. 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 نکته اول، عزیزانی که بروشور ندارن بروشوراتون رو بگیرید لطفاً، اینها رو پر کنید، به یک نفر تعلیم بدید. نکته اول، چگونه میتوان از اندیشه اشتباه رهایی یافت؟ لطفاً جاهای خالی رو پر کن. خدا محبت است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه بدکارانه در انسان تصویری اشتباه است. پس چون ما به دستان پر محبت خدا آفریده شدیم، از ما نیز باید محبت جاری بشه. اگر بدی میکنیم دستگاه خراب، این سیستم خراب شده. این سیستم نباید بدی کنه، این سیستم دروغ نمیتونه بگه، نباید غیبت کنه، نباید خشمگین بشه. عزیزان، این سیستم جای اشتباهی ایستاده اگر احیانا داره گناه میکنه. خدا محبت است و آدمی را به شباهت خود آفریده و هر اندیشه بدکارانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل رنج او در زندگی میباشد. و تقرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، نترسیم بریم در حضور خدا، چون روح القدس قلب ما را لمس میکنه، قلمرو نجات او خواهد شد. آمین. پس اگر اشتباهی، اگر گناهی در زندگیمون میاد، با هوشیاری به حضور خداوند ببریم و توبه کنیم و اجازه ندیم دوباره تکرار بشه. دور نزنیم توی گناهانمون. ما در مذهب که بودیم، مذهب اسلام یک دروغ داره، یک دروغ مصنعتی، حداقل توی شیعه، حداقل توی ایران بود، خطبه داشتیم که رهبران اسلامی خطبه کردن، فریب دادن مردم ایران رو. ما در مسیحیت دروغ مصنعتی نداریم. تکلیف خودت رو روشن کن. نمیتونی دروغ مصنعتی بگی. باید کاملا عزیزان 180 درجه برگردی. توندم نرو، 360 درجه میشه، بری سر جای اولت. 180 درجه باید برگردی. همون که مسیح خواسته زندگی کنیم. میدونم انسانیم، اشتباه میکنیم. اما عزیزان سریع به فکر این باشیم در تولد تازه قرار بگیریم. کارفرمایی مدیر یک شرکت از دست منشیش خیلی ناراحت بود، چون منشی وقتی تلفن تو دستش میاد 2 ساعت صحبت میکرد. یه روز متوجه میشه خیلی داره این کار رو همینطور ادامه میده، باش صحبت میکنه. یه 2-3 روز بعد میبینه که این دفعه که یه نفر زنگ زد بیشتر از نیم ساعت صحبت نکرد. گفت برم تشویقش کنم، ولی نیم ساعتم خیلیه، ولی گفت برم تشویقش کنم. رفت بهش گفتش که ممنون از این که اون صحبت‌ها و پندهای منو گوش کردی و کم صحبت کردی. من خواهش میکنم. گفت حالا این کی بود؟ گفت هیچی، اشتباه گرفته بود. مواظب باشیم عزیزان، توجیه نمیتونیم بکنیم. عوض شیم و برکت خدا تو زندگی ما خواهد آمد. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم نیز داشته باشیم. نامه اول قرنتیان 16:13-14. نامه اول قرنتیان 16:13-14. بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید. آمین. جمیع کارهای شما با محبت باشد. آمین. جمیع کارهاتون با محبت باشد. آمین. دو تا سوالم داریم، اون سوالات هم بخونید. این سوالات رو اگر میخواید جواب مناسب تری داشته باشید، میتونید پنج شنبه ها با ما باشید از ساعت 7:30. من و عزیزانی که میان در خدمتون هستیم، یک حالت مشارکت داره و از شما می سوال میشه و در این مسیر هم نیز ما از کلام پند میگیریم. سوال اول، محبت خدا برای شما چه تعریفی دارد؟ سوال دوم، و اولویت در امر محبت را چه میدانید؟ از همین حالا جواب بدید تا پنجشنبه ما در خدمتتون باشیم.